و هر بهار برارد گلی زبستان سر گلی برفت که ناید به صد بهار دیگر همیران کرد دستگیر شاعر شناخته شده ای افغانستان به علت بیماری سرطان و عمر شست سالگی جان فانی را پدروتیا ودا گفت او در دو گذشته با خانوادهش در کشور آلن زندگی میکرد از او بیش از سیزده مجموعه شعر منتشر شده است همیرا دستگیر در سال 1339 سی در شهر کابل به دنیا آمد از دانشگاه حقوق کابل فارغ تحصیل و در دهه 60 خورشیدی به نگارش و تهیه برنامه های ادبی و هنری در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان پرداخت. بعد از آن تحصیلات خود را در رشته ادبیات تا مقطع دکترا در صوفیه پایتخت بلغاریه ادامه داد و دکتر ادبیات فارسی شد. همیرا دستگیر دستگیرزاده از نامدارترین شاعران زن معاصر در افغانستان بود. بانو دستگیرزاده از بنیانگذاران انجمن شاعران و نویسندگان فارسی در کشور هلند بود. سه سال پیش شماره از شاعران نویسندگان و فرهنگیان افغان مقیم اروپا در, در کشور مراسم تقدیر از کارهای بانو دستگیرزاده را که برای سه دهه فعالیت فرهنگی و ادبی نموده است برگزار کردند. خانم دستگیرزاده بیشتر در های غزل و سپید یا شعر نو شعر می نوشت. او شاعر پرکار و مهربانی بود و تا آخرین روزهای زندگیش می نوشت. برخی از آثار چاپ شده ای و شط آبی غزل غریب غربت دور آتش دریغ آفتاب آواره کوچه های روشن آلند تاریخ در آتش از سپیده لبریز از پوست تا پوستر و غیره هستند مجموعه هم به زبان هلندی از او منتشر شده است بعضی از هنرمندان بعضی از اشعار بانو دستگیرزاده را در قالب آهنگ نیز سرودن، همیرا نکت دستگیر زاده اولین شعرش را به سن دوازده سالگی نوشت ولی از سن 15 سالگی به بعد شعر آیش در مجلات و نشریه های مختلف چاپ شده است همیرا نکت دستگیر زاده در یکی از مصاحبه آیش با بی بی سی گفته بود در سال 1361 با محمد عمر عدیل که ذوق شعر اونر دارد ازدواج کرده است که سمره ازدواجش یک دختر و یک پسر است من افتخار دو بار مصاحبه اختصاصی با بانو دستگیر را داشتم روح و روانش شاد و یاد عزیزش گرامی باد به هر بهار برارد گلی بستان سر گلی برفت که ناید بسد بهار دیگر این زاهی بزرگ و اندوه یا غم بزرگ و جانکاره به خانواده بانو دستگیر تمام فرهنگیا و امدبات افغانستان تسلیت عرض می دارم. گوهر از خاک برارند و عزیزش دارند. بخته بدبین بین که فلک گوهر ما برده به خاک روح شاد و یادش گرامی باد